سلام، به یک قسمت دیگه از مجله فارسی خوش اومدین. در این هفته های آینده یکم از روتین مجله خودم خارج میشم و از مجله سیاوش که دیگه سیاوش ادامهش نداد میذارم. این چند هفته که مجله سیاوش میذارم در مورد قطعهای زنجیره‌ای که توی هالیوود اتفاق میافتاد و خیلی جالب بود و گفتم که این بمونه توی مجله خودم و از بین نره، چون که دیگه ما مجله سیاوش رو که نداریم. به خاطر همین اونو میذارم. یه چیزی بگم که توی این مدتی که دارم اینا رو میذارم دارم خلاصه برداری از پادکست که نیست، البته قسمتی از زرخش مکری در مورد اون قسمتی که در مورد آرتور ینسن، شبه سرگردان آرتور ینسن هستش که 14 قسمته و تقریبا هر قسمت 35 تا 40 دقیقه است، اونو دارم خلاصه برداری میکنم که یه خلاصه جمع و جور رو بیام در خدمتتون بذارم که اصلا این شبه سرگردان آرتور ینسن چی هست و در مورد چیه. و فعلا همین، هیچ چیز جدیدی ندارم. در مورد این چشمم که خراب شده بود که توضیح دادم و که دکترها فکر میکردن که آلرژیه، این خبرم بدم که اگر که شما همچین مشکلی براتون پیش اومد بدونی که همه اینا آلرژی نیستش. و مثلا برای من الان ما فکر میکنیم که باکتری بود، به خاطر اینکه من یه قطعی دارم میزنم که یه جورایی باکتری کشه و داره به چش من جواب میده و خب چش منو خیلی بهتر کرده. اگر که همچین چیزی تو چشماتون یا کلن پوستتون ایجاد شد و هی میرید دکتر و هیچ نتیجه نمیگیرید، خودتون به دکترتون بگید که شاید این باکتری باشه که مثلا پوست من گرفته یا قارچ باشه، که حداقل اونا بعضی اوقات به چیزهای دیگه هم فکر کنن. چون خب من سه چهار تا دکتر رفتم و تقریبا هر سه چهار تاشونم سیور وایستاده بودم و میگفتن که نه این آلرژیه، تا اینکه اصلا یه دکتری که همینجوری بازنشستم شده گفتش که نه این آلرژی نیست، این بیماریه یا باکتریاییه یا قارچیه. بخاطر اینکه اگه آلرژی بود تا الان تو این همه چیزای ضد آلرژی استفاده کردی و اینا و خوب میشد. بخاطر اینکه همچین مشکلی داری خودتون به دکترتون اینو بگید، شاید یه چراغی تو ذهنش روشن بشه. همین دیگه، بریم اولین قسمت از مجله سیاوش رو در اختیارتون بذارم. ممنونم که با من همراه هستین. فعلا خدا نگهدار. سلام، به یه قسمت دیگه از مجله سیاوش خوش اومدید. همونجور که گفته بودم کانال مطالب مختلفی داره، دقیقا مثل یه مجله دارای بخشای مختلفه. امروز اومدم که راجع به یه داستانی که تقریبا تو دهه 60 آمریکا اتفاق افتاد باهاتون صحبت کنم. این داستانم یه داستانی بوده که اون زمان، یعنی تقریبا حدود 60 سال پیش، مطبوعات و رسانه ها و تلویزیون بهش گفته بودن، یعنی در واقع بهش لقب معروف ترین قتل های زنجیره‌ای لس آنجلس رو داده بودن. حالا بخوام مقدمه بگم از این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم. توی این داستان، اگر که فیلم پیانیست رو دیده باشید، رومن پولانسکی کارگردان فیلم پیانیست زمانی که یه فیلمساز خیلی جوان بود یه زن خیلی زیبا داشت. حالا عکساشو براتون حین ویدیو و توی اینستاگرام میذارم به اسم شارون تیت. توی این سری از قتلهایی که این گروه انجام میدن به رهبری یه آدمی به اسم چارلز منسون، این خانم کشته میشه که یه بچه 8 ماه هم حامله داشته، یعنی حامله بوده، یعنی آماده بوده که دیگه تقریبا به دنیا بیاد اون بچه و خودمون خانم کشته میشن توش. و تو اون کامیونیتی اون زمان که هنرپیشه‌های هالیوود و آدم‌های پولدار در واقع زندگی می‌کردن حدود 60 سال پیش، همیشه براشون این سوال بود، زمانی که این اتفاق افتاده بوده، چطوری یه همچین آدمی وجود داره که میتونه جوانای 17 18 ساله، یه مرد بتونه
یه کاری بکنه که دختر پسره 17-18 ساله اینطوری وحشیانه آدم بکشن. حالا دیگه زیاد راجبش توضیح نمیدم، بهتون کل داستانو با جزئیات تعریف میکنم. بریم که داستانو شروع کنیم. خب این داستان که میخوام براتون تعریف بکنم، برای اینکه بهتون، چون دیدین هر اتفاق بدی یه نقطه داره، یهویی شروع نمیشه، بعد به خاطر همین من میخوام برگردم عقب از زمان تولد رهبر این گروه، که به اسم رهبر این گروه هم اسمش بوده، اسم کوچیکش بوده چارلز، فامیلیش بوده منسون. آقا داستان از این قراره که زمان رئیس جمهوری روزولت بوده، سال 1934، دقیق تر بخوام بگم 11 نوامبر 1934، یه آقا پسر کوچولو به اسم چارلز منسون به دنیا میاد. حالا از کی به دنیا میاد؟ از یه دختر 15 ساله. حالا باباش که بوده نمیدونیم، چون که میگن بعد از اینکه به دنیا میادی، حالا بعد از اینکه با مامان منسون رابطه داشته این به دنیا اومده رفته، حالا نیستش به هر دلیلی. و اون زمان که این به دنیا میاد، گفتم زمان رئیس جمهوری روزولت سال 1934، وضع اقتصادی آمریکا خیلی خراب بوده. یعنی یه طوری بوده که شما میدیدی مردم و کارگرا و اینا توی خیابون اینا ولن، یعنی واقعا وضع اوضاع دنیا خراب بوده دیگه آمریکا هم که دیگه مستثنا نیست. به خاطر همین توی یکی از مصاحبه‌های خود این آدم که ازش بیشتر خیلی میشنویم، چارلز منسون، تو سال 1994 مصاحبه رو انجام داده بوده، برگشته بوده گفته بوده که من یه بچه خیابونم، من یه دختر بچه 15 ساله ترسیدم که توی خیابون از این ور از این ور میره به اون ور. یعنی مثلا داشته اشاره میکرده به اینکه وقتی به دنیا اومده مامانش خودش نمیتونست از خودش مراقبت کنه، حالا چه برسه به این. آقا بعد میگذره، این همینطوری بزرگ میشه با همین مشکلاتی که داشته. تو سن 4.5 سالگی مامان چارلز میفته زندان. وقتی که مامانش میفته زندان، دیگه بعد از اون سن به بعد همیشه چارلز منسون مامانش رو توی زندان ملاقات میکرده و چارلز میگه که من تنها چیزی که از مامانم یاد گرفتم اینه که به هیچ کس هیچ وقت اطمینان نکن، به خاطر اینکه مامان من همیشه به من دروغ میگفت. حالا اینکه چه دروغایی میگفته، چه داستانی بوده، ما که نمیدونیم. احتمالاً بچه بوده، مامانه میخواسته بچه مثلا دلش خوش باشه، دروغی یه چیزی میگفته، ولی چارلز میگه که من همیشه اینو یاد گرفتم که به هیچ کس راجع به هیچ چیزی اطمینان نکنم. همینطوری چارلز داشته بزرگ میشده، به قول معروف از این فامیل به اون فامیل، از این پرورشگاه به اون پرورشگاه. زمانی که تازه رفته بودم پیش دبستانی، یه بچه 6 ساله. اینو ببینید که میخوام بهتون بگم که این اتفاقی که میفته، بعضی از آدما باهوش هستن ولی از یه جهت دیگه این هوش ناخودآگاه در جهت بد استفاده میشه بنا به اتفاقایی که در گذشته براشون افتاده. این توی اون پیش دبستانی بوده یا دبستان بوده، سن 4 سال بوده، 6 یا 7 سال بوده، از یه پسر خوشش نمیاد و به جای اینکه مثلا مثل بچه های عادی بره خودش شروع کنه مثلا یه جفپایی بندازه، به قول معروف یه هولش بده، نمیدونم وسایلاشو برداره، دفترش رو خطخطی کنه، کاری که میکنه میره بچه ها، یعنی دخترهای کلاسو، هم کلاسیاش که دختر بودن و اصطلاحا شیر میکنه، جری میکنه که برن این بچه رو بزنن. و یه چیزی که اینجا خیلی جالبه، اینایی که زندگی اینو بررسی کردم، دلیل این که میگم زندگی اینو بررسی کردم به خاطر اینکه بعدها چارلز تبدیل شده به یه دونه در واقع رهبر فرقه منحرف. به خاطر همین این کسایی که اینا رو بررسی میکنن میخوام ببینن چه ویژگیهایی داشته که بتونن جلوگیری بکنن از اتفاق افتادن دوباره. حالا اینو اینجا داشته باشید، از همین روش که میگم میره یه سریای دیگر رو شستشوی مغزی میده یا مثلا جری میکنه که برایش کار رنجه دار، تا آخر عمرش هم از همین روش برای جلو بردن کاراش استفاده میکنه. نکته جالب هم اینجاست، وقتی که هر مشکلی پیش بیاد، هر داستان پیش بیاد، میگه که من که کاری نکردم، اونا هم کاری که میخواستن انجام بدن انجام داد، شما نمیتونی مثلا منو برای کاری که من نکردم سرزنش بکنی. و دقیقاً این جمله رو توی آینده بهتون میگم کجا به کار میبره.
حالا همه اینا گذشت، دیگه چارلز میرسه به سن نوجوانی، دوربر سن 13 سال که بوده به خاطر سرقت اتومبیل. ببینید سال 1934 به دنیا اومده تو سن 13 سال، یعنی تقریبا دوربر سال 1940. اون زمان ماشین انقدر باب نبوده که حتی هر کسی رانندگی بلد باشه. یه بچه 13 ساله رانندگی بلد بوده که هیچی، جدا از اون ماشینا رو هم میدوزیده، یعنی ماشین میدوزیده. و خب به خاطر سرقت ماشین میره دادگاه و اون زمان یه چیزی بوده به اسم بویز تاون. یعنی مثلا این قاضیه دادگاه که میدیدن مثلا یه بچه یه حالا اشتباه کرده، حالا مثلا نره قاطی بچه‌ای که خیلی خلافترن، اینا رو میفرستاده بویز تاون مثلا اونجا کلاس برن، نمیدونم آموزش ببینن، خلاصه یه فرد مفید بیان بیرون، نرن توی زندان اوضاع بدتر بشه. خلاصه ولی چارلز وقتی میفرستنش بویز تاون یا اون زندان بچه ها که مثلا شرایطش هم اوکیه، اونجا 4 روز بیشتر دووم نمیاره. یعنی 4 روز طول میکشه تا از اونجا فرار بکنه، میاد بیرون با یه ماشین دیگه که دزدیده بوده، از یه ایالت میره به یه ایالت دیگه، یعنی شاید یه سفر چندین ساعته، میکنه به یوتا، یه ایالت کاملا دور از اونجایی که در واقع توی زندان توی بویز تاون بوده. خلاصه چارلی همینطوری میره توی زندان، میاد بیرون. مثلا چارلی تو از سال 1944 تا 1954 کلا زندان بوده، مثلا تو سن 21 سالگی تو زندان بوده. خلاصه بهترین سالای نوجوانی و جوانیش رو چارلز منسون همش توی زندان به سر برده. و خیلی هم همیشه وقتی رفتار چارلز منسون رو بررسی کردن به این نتیجه رسیدن که واقعا یه استعداد خیلی ذاتی توی فریبکاری داره. یه استعداد یکی از بچگی انگار به خاطر اینکه تو اجتماع بتونه نجات پیدا بکنه، برای اینکه بتونه تو اجتماع به قول معروف خورده نشه، مجبور شده خیلی از آدما رو فریب بده که زنده بمونه، خیلی از آدما رو فریب بده آسیب نبینه. و خب این یه مهارتی که در طول زمان این مهارت رو ارتقا داده. که شما فکر کن وقتی به دنیا اومده مامانش 15 سالش بوده، خب یه مادر 15 ساله خب اونقدر فکر نمی‌کنه بتونه چیزی یاد بچه بده یا بچه محافظت کنه. وقتی 4 و نیم سالش بوده مامانش رفته زندان، تو تمام این مدت یه جوری تو پای روپای خودش هم وایساده. و بعدش هم اینم در نظر بگیر که تو اون زمان توی آمریکا وضع اقتصادی خیلی بد بوده، 1001 اتفاق ممکن بوده برای این بچه بیفته، ولی این از خودش تونسته با این هوشی که داشته به نحوی مراقبت بکنه و این مهارت‌های دروغ و فریب و این که بتونه با حرف کسی رو قانع بکنه همینطور پیشرفت کرد. خب گفتم که چارلز کلی از دوران نوجوانی و جوانیش رو توی زندان گذروند. حالا یه چیز دیگه که اینجا خیلی خیلی همه سرش توافق دارن اینه که توی این مدتی که چارلز منسون زندان بود، یه گروهی که توی کل دنیا اون زمان، یعنی توی دهه 60 گل کرده بود و به اصطلاح دیدین الان مثلا این گروه های کوریان پاپ، این چند تا جوونن خیلی مثلا طرفدار دارن بین جوونا و اینا، شما فرض کن اون زمان بیتل تو دهه 60 طرفدارای بیتل خیلی بیشتر، خیلی پربارتر از این چیزی بودن که الان مثلا گروه‌های کوریان پاپ هستن. یعنی انقدر اینا نفوذ داشتن توی مردم که حتی مثلا یک کالچری رو آورده بودن توی آمریکا، یه فرهنگی رو آورده بودن توی آمریکا. وقتی گروه بیتلز گروه بریتانیایی بود، گروه انگلیسی بود، ولی تو تمام آمریکا، تو تمام اروپا، تو تمام دنیا طرفدارای خیلی زیادی داشتن، واقعا ترکونده بودن. خیلی هم اعتقاد دارم وقتی که چارلز منسون توی زندان بوده گروه بیتلز رو که دیده، به نوعی توی ذهن خودش اون چیزی که اونا داشتن رو میخواسته. و خب این چیزی نبود، قدرت، شهرت، کلی دختر برات قش و زف بکنن و این حالتی که هر چقدر پول بخوای هر چیزی که تصور بکنی برات باشه. اعضای گروه بیتلز هم اون موقع سنی نداشتن، 4 تا جوان بودن. و خب این خیلی از نظر کارشناسا باعث شده که چارلز منسون توی زندان بتونه گیتار یاد بگیره و همونجا توی
زندان اولین آهنگ خودش هم اتفاقا میسازه، یعنی با گیتار میزنه و میسازه. و خب شما ببینین این اگر که از هوش نیاد من فکر نمیکنم بچه دیگه بیاد. جدای از این چارلز منسون زمانی که توی زندان بوده مثل اینکه خیلی مطالعه میکرده راجع به مثلا کتابای دیل کارنی رو مطالعه میکرده، کتابایی که How to Win a Friend, How to Influence People، کتابایی که راجع به در واقع روانشناسی عوام، روانشناسی جامعه، چطوری رو مردم اثر بذاری، با اینکه خودش این توانایی فردی رو داشته ولی حتما یه چیزی توی سرش بوده که این کتابا رو مطالعه میکرده. بعد یه چیز دیگه هم که خیلی جالبه برای من که حالا بعدم بیشتر راجع به این موضوع من شاید ویدیو بسازم، یه در واقع میشه گفت فرقه مسیحی هست، یه فرقه مسیحیه که بعضیا میگن فرقه منحرفه، بعضیا میگن خوبه، اینا بهشون اصطلاح میگن ساینتولوژی. که من یه چیز کوچیک بگم، مؤسسش میگه مثلا ما کارمون اینه که علم و یا فلسفه رو از بیرون به درون بررسی کنیم. و خب این یه چیزیه که همین الان هم مثلا وقتی که میگن Church of Scientology، Church در واقع جز این سازمان هایی که مثلا یکی ازش میخواد بیاد بیرون براش دردسر درست میشه، مشکل درست میشه، میبینن یکی ها تعقیبش میکنن به خاطر اینکه توش یه اطلاعاتی انگاری را یه کاری در واقع یه جوری انگاری جز فرقه های منحرف یه کارهایی میکنن که نمیخوان بیرون سازمانشون این داستان پخش بشه. و خب کتاب های اینارم که میخونه خب ناخودآگاه اون سازمان ایجاد کردن و یه گروهک ایجاد کردن هم توی ذهنش ناخودآگاه پررنگ تر میشه. خب من چون که ویدیو مجله سیاوش که اون موقع خودش درست میکرد، چون این داستانی که تعریف میکنه هر قسمتش تقریبا یک ساعت و ده دقیقه ایناست و من دوست ندارم که یه دفعه یک ساعت بذارم توی کانالم، ویدیو رو تقریبا به قسمت‌های 15 تا 20 دقیقه تقسیم میکنم و اینطوری میذارم. به خاطر اگه یه دفعه مثلا الان وسطش بعد از اینکه اون فرقه تقریبا کالت و مثلا منحرف و داره توضیح میده سیاوش، بعدش دیگه من کات کردم به خاطر اینکه دیگه 15 دقیقه 16 دقیقه شد و هفته بعد بقیهش رو میذارم. اینجوری احساس میکنم که کوچیک کوچیک باشه جذابتره، بعدش هم زیادم وقت آدم رو نمیگیره. همین اومدم یه توضیح هم آخرش بدم و خدا نگهدار.